داره میریده. انواع گوشتای استیکی و کبابی و اینا رو همه رو داره. دادم گرفته. میدم که شکلات من. من رفتم اینجا رو پیدا کنم، یه دور یخ زدم، گفتم این دفعه رضا یخ بزنه. دست در نکنه، مرسی. که تو خیلی دوست داشتی. سودلاش بگیر نگیر داره. اینجا خیلی باصفاست. بریم که حسابی گشنه‌مونه. سلام بچه ها. سلام. آقا اومدیم امروز صبحونه بزنیم با صدای ماشینا. آره دوره یه میدونی، صبحونه متفاوتیه. آره اومدیم امروز صبحونه بوفه بزنیم. توی استانبول صبحونه بوفه زیاد پیدا نمیشه. بیشتر هم اون سرپه. آره که تابایی ها، یعنی آره اون سرپه که آره سینیه صبحانه، اون سرپه که رفته بودیم بهتون فیلمش براتون گرفتیم، بیشتر اونجوری هستش. ما عاشق صبحونه بوفه هستیم. تو ایران هم که بودیم فکر کنم ته همه بوفه های تاپ تهران و اینا رو آره تو اینستاگرام هم اون فیلم هاش هستش، میتونید برید ببینید. در آوردیم تشو. ولی اینجا اومدیم، اینجا معدود صبحونه های بازه، بوفه کامله. میخوایم بریم ببینیم چجوری. قیمتش هم خیلی مناسبه. آره 44.5 میگن مثل. آره توی هفته 44.5 لیره، آخر هفته 60 لیر هستش. نمیدونم حالا چرا اینقدر قیمتش مناسبه ولی بوفه بازه. بعد بریم ببینیم. آره بعد بریم ببینیم که واقعا کیفیت هم داره یا نه علکیه. بریم ببینیم. آقا بریم که حسابی گشنه‌مونه. وایسا من یه نمایی از اینجا بیام. مرسی، خیلی مفصله. برگر و کبابی. آره اینشان نهارا اینا هم داره. بزی بریم اول صبحونه که خوش بولو کهوالتی. اینا فکر کنه. آها اینا ها بذاری این که انواع پنیراشون. آره برو ببین آقای پول میخواد. دیگه انواع پنیرهای ترکیه نشونتون دادیم، اینا هم مزه هاشونه. تخم مرغ آبپز، این هم فکرم فلفله. این بعدش هم بیا. این هم باز میوه هاشو گوجه و زیتون و بخر انواع زیتون و کورنفلکس با شیر و این بر میوه هاست. این هم خامه و کرست. از این اصل میان. داره میریده. مرباها و شکلات صبحانه و کیک و اینم یه کیک دیگه، اینم کرابیه و اینم سوفلات و آب میوه و خیلی. من نگاه کردم خیلی چیز مفصلی نداره، ولی خب نسبت به قیمتش خیلی. آره نسبت به قیمتش. این که نونشه. سبوس هم داره، سیمیت هم داره. اونجا هم ببینیم سیب زمینی سرخ کرده و بورک پنیر ساده است. املت پاشنه رو نشیمون تا تخم پخته. آقا ما بریم یه چیز مفصل برای خودمون برداریم بچینیم قشنگ چیزمونو میزمونو، بعد حالا تست کنیم ببینیم مزدار چطوره. ببینیم چایی و این قهوه اینا هم دارن. آره بریم سر میز بشیم. بچه قبل اینکه بریم غذا رو بکشیم صبحونه رو بخوریم یه چیزی پیدا کردیم. چند تا چیزی پیدا کردیم. آقا این که اسمشه سرای دیدونه. باغچه خیلی باحال داره اینجا که خب یه فضای دیگه هسته. آقا اون سیستم تو که دیدین قهوه‌ای بود، اینجا نارنجیه. آره ستش رو عوض کردن. اینجا خیلی باصفاست. الان که بارون میاد نمیشه. اون خیلی ذوق داره اینجا رو بهتون نشون بده. اوه مای گاد. بفرمایید ببینید.
این الان اگه بارونی نبود و سرد نبود فکر کنم مردم بیشتر اینجا میشستن. یه محوطه باز سرسبز درست کرده، اسمش هم سرایلی باغچه است. اینجا سرایلی کباب، سرایلی باغچه، سرایلی دونر، اسمش اینه. و الان میبینید چقدر قشنگه فضاش، میکنم صبحونه خیلی پیش میچسته، ولی الان سرد، ما باید بریم داخل. مینا رو هم میبینیم که بچه همون اونجا، من رفتم اینجا رو پیدا کنم، یه دور یخ زدم گفتم این دفعه رضا یخ بزنه، دست در نکنه. مرسی. توضیحات بفرمایید استاد. اینجا واسه این نهار و اینا یه چیز خوب داره، اول که گوشتاشون رو اینجا خودشون مثلا گوشتای آماده و اینا هستش انتخاب میکنیم. یه آشپزخونش که فکر کنم واسه یه نمجون و اینجور پیده با از این هم اینجا نون درست میکنن، مثل اون دونری که رفتیم بایرام اغلو. اونجا هم کباب تو دارم، اینجا یه چیز با مزه من دیدم، نگاه کنید آقا، نگاه کنید چیا رو دارن، سیخ جوجه و کباب و کفته کباب، فکرم آدانا هستش، بادم جون و گوشت هستش. این حالا یه قسمت زیرش هم گوشت استیکی نه هست. این برم هست تازه، این ورش هم ببینین، از این چیزایی که معمولا با دونرو اینا سرو میشه، از این فلفل کوچیکا و ازمه و سالاد، و این ورش دوباره همون گوشتا ولی مفصل تر. نگاه کنین انواع گوشتای استیکی و کبابی و اینا رو همه رو داره سیخ کرده. چی کوفته که خورده بودیم تو اون ویدئوی غذای خیابونی؟ آره که تو خیلی دوست داشتی. چی کوفته هم داره؟ دیگه رسیدیم به صبحونه، دیگه بریم صبحونه رو بخوریم تا اینکه گشنگی نمردیم، بریم صبحونه بزنیم. آره بریم صبحونه بزنیم. آقا یه مینای خوشحال داریم، خیلی گشنمه. اول بذار چای بیارم. بچه ها چایش این فلاسکاس که نامحدود چای میریزی کیف میکنی، هی چای بخور. از این چای کمرباری کام ریخته. آره دیگه. میزو توضیح بده. آره میزو توضیح بده. این که خب املتش هستش، بهش میگن منمن با چیه؟ فلفل دلمه. فلفل دلمه آفرین. فلفل دلمه هم برکم بخورم. اون دو تای دیگه رو همه میدونن، تخم مرغ و سیب‌زمینی. شاید ندونن. مزه‌اش که معلومه. چطوره؟ برکش هم خوبه، برکش گرم هم بود. اینا چیه؟ هم میکس مزه هست. قبلا تو همون ویدیو مزه که رفتیم آره نشون دادیم، انم اولش گرفتم در نوی تخمم ها، این هست که خیلی خوشمزه هست. حالا من این کیک هم بخورم. آقا سه نوع کیک داره، هویج بذارید راحت باشه. هویجه یا چی؟ لاش هویج. هویج گردوه، صدام گرفته. خب اونم یه کوکیه، اونم که یه چیز دیگه. آره اینم یه مدل کیک دیگه هستش. آقا اینجا هم ببینید زیتون که همیشه خوب هستش، زیتون عشق منه، کره عسل و خامه هم هست. این کایماک، این هم دو نوع مرباه، یکیش توت فرنگی، یکیش آلبالوه. این هم که سوفلاشش رو بخورم، چون سوفلاش بگیر نگیر داره، امکان داره خوشمزه نمیشه. نه خوبه؟ خیلی خوبه. خوبه؟ بچه سوفلاش یه دسری هستش که تقریبا مثل شیر برنج خودمونم، ولی خب تو فر درست میشه. شکلات سامانش بافتش خوب نبود. باشه مثل مواد غذایی داری. چطور مزهش؟ مزهش بد نیست. کارشناس شکلات من بله. نه شکلاتش خوب نیست. پنیرم که پنیره، چند نوع پنیر داریم از این رشته یا که از این بیمزه هاست دیگه. پنیر
پنیر خود ترک کردی یا من دوست دارم؟ من بدم نمیاد. آقای خوبه. آقای ریزه رو حتما امتحان کنید. حتما زدم برام میفتم. مزه خوبی داره. سه نوع هم که شامبول خلاص و نون و اون میوه‌هاش هم خوب بوده. یعنی میوه‌هاش سیب و گلابی و دو نوع انگور و گوجه خیارش واقعا خوب بود. راحت باش. آره. بعد جاشون خیلی باحال هستش. بچه‌ام روزای تعطیل یعنی شنبه یک شنبه اینجا یه خانمی میشینه گوزلمه درست میکنه، مثل اون ویدئوی بالات که رفته بودیم خانم داشتش درست میکردش، اینجا درست میکنه. اونجاست، جایگاهش اونجاست، کنار اون استنده که برای پپسی نوشته، کنارش یه جایی که الان بسته چون روز تعطیل است. آبم آوردن یه دونه کامل دیگه بریم تو کارش. سبزی هم بودش نهی بردی این خانمه دارم میبینم سخت دارم. آقا بریم دیگه تو کارش. آره بریم بخوریم. بچه ها امیدواریم که خوشتون اومده باشه، حتما بیاید اینجا. آره. توی دیسکریپشن هم می‌نویسیم. آره چه جوری بیاید حتما براتون می‌نویسیم چون یکم راش بوده.